سخنران بعدی ما خانم شریف جعفری هستن و همونجور که در معرفی ایشون خدمتتون عرض کردم، ایشون فعال ادبی و اجتماعی هستند که در آذربایجان دارای یک انتشارات بودند که توسط دولت حکومت مرکزی مجوز آن ابطال شده. موضوع سخنرانیشون مشکلات نشر و قوانین دست و پاگیر آن در ایران هست. خانم ها و آقایان سلام، و با تشکر از حضورتان و همچنین تشکر می کنم از مسئولین محترم سودیوند. همانطور که می دانیم در همه کشورها اجازت کسب و کار و نشر کتاب توسط اتحادیه های مربوطه در مدت زمان مشخص و طبق قوانین به راحتی صادر می گردد و این ناشر است که مسئولیت کتاب ها را به عهده دارد. چنانچه شکایتی از طرف مؤلفی و یا خواننده صورت بگیرد، دولت وارد عمل شده و به جمع آوری کتاب‌های توزیع شده می‌پردازد. اما در ایران قوانین حاکمه در مورد ناشر و نشر کتاب متفاوت است. قوانینی که بسی استرس‌زا، شکنجه آور و دست و پاگیر می‌باشد. وقتی فردی بخواهد مجوز نشر بگیرد، ابتدا باید شرایط حراستی ایران که به جرأت میتوانم بگویم از 100 متقاضی شاید 3 متقاضی بتواند واجد شرایط ارشاد باشد، پس از درخواست و ماها دوندگی اگر فرد از مرحله استعلام حراستی پذیرفته شود، با تکمیل مدارک به انتظار صدور نهایی مجوز می نشیند. طبق قانون بعد از 2 سال باید مجوز صدور و یا عدم صدور اعلام گردد، ولی عملا از 4 سال تا سالها طول می کشد و بعد از سالها ممکن است تشخیص بدهند که به شخص مورد نظر مجوز نشر داده شود و یا نشود. همین یک امر نشانگر این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه فرهنگ و اندیشه که در جمهوری اسلامی ایران چگونه فرهنگ و اندیشه تحت کنترل و در دستان عده‌ای با افکار مشخص قرار گرفته است. پس از گرفتن اجازت نشر به هر که برای هر کتابی که آماده می‌گردد، نیز باید جدا جدا مجوز گرفته شود که باز مشکلات زیاد و زمان طولانی را می‌طلبد. اگر کتابی غیر مجاز اعلام نگردد و یا اصلاحی نخورد، ممکن است در عرض چند ماه و یا هفته مجوز بگیرد که این موارد بیشتر در مورد کتاب‌های دولتی، مذهبی، درسی و غیر اتفاق می‌افتد، وگرنه اکثر کتاب‌ها به راحتی مشمول مجوز نخواهند شد. در مورد کتاب‌های ادبی، تاریخی، سیاسی و غیره، با توجه به شرایط حاکم در نظام، خود نویسنده از ترس رد شدن کتاب خودسانسوری انجام می‌دهد. برخلاف میل خود هم که باشد، در قالب جملاتی به تعریف و تقدیر از نظام، اسلام، رهبر، بسیط و غیره خواهد کرد تا مستقیم و یا غیر مستقیم دوستی خود را نسبت به جمهوری اسلامی به اثبات رسانده باشد. سپس ناشر که در جریان کار است کتاب را سانسور می کند. مثلا اگر در داخل متن کلماتی مانند هماغوشی، بوسه، سکس و غیره وجود داشته باشد، شاعر مجبور آن کلمات را با کلمات مشابه عوض کرده و یا حذف خواهد کرد و سپس کتاب توسط ممیزی های وزارت ارشاد که خود دارای مراحلی طولانی است، از ممیزی ها تا رئیس فرهنگی باید بر کتاب مهر تایید بزنند. از مشکلات ناشران آذربایجان که خود مدیر مسئول انتشارات پینار بودم و نمونه حاضر از قربانی شده ها می باشم، آرزوها و زحمات برباد رفته خود را مثال می زنم. من به هر نحوی بود پروانه انتشارات گرفتم و مشتریانم اکثرا شعرا بودند از فارس و ترک و لور و عرب و غیره. روزنه امیدی شدیم بر نویسندگان استان ترک زبان زنجان. شبانه روز کتاب‌ها را با کمترین امکاناتی که داشتیم آماده می‌کردیم. چند کتاب شعر ترکی توسط نشر ما وارد بازار شد. در همان زمان در روزنامه ایران که به ترکان توهین شده بود، ملت ترک زبان اعتراضات گسترده‌ای را در تهران و استان‌های ترک نشین به راه انداختند که زنجان نیز جزء این استان‌ها بود و از آن روز به بعد روزگار بر ما و بر زبان و ادبیات ترکی سیاه کردید.
هر روز به بهانه‌های مختلف به دفتر کارم می‌ریختند و دفتر را بازرسی می‌کردند، در حالی که فقط طبق قوانین ارشاد به چاپ و نشر مشغول بودم. ولی مسئله نشر چند کتاب ترکی بود. از آن روز به بعد کسب و کار من را به بدترین وضع ممکن دچار کردند و بنده مجبور به شهر کرج که نزدیک پایتخت بود و استان فارس محسوب می شد رفتم. دوباره شروع کردیم. چون منطقه فارس زبان بود ابتدا اذیت نمی کردند و در عرض چند ماه با برگزاری نمایشگاه های کتاب در سطح شهر و شهرستان ها توانستیم نایی بیابیم. ولی با زیاد شدن مشتریانمان و مشتریان ترک زبانمان دوباره پای اطلاعات و حراست به محل کار و زندگیمان باز شد و کم کم با باز کردن نمایشگاه کتاب در شهر و شهرستانها بر ما ممنوع کردند. البته همه این نمایشگاه ها با اخذ مجوز از شهرداری، ارشاد و اداره اماکن شهر انجام می گرفت. در یکی از این نمایشگاه‌های شهری که نمایندگی فروش 50 ناشر از ناشران تهران را به عهده داشتم، در شهرک نصیرآباد از بخش شهریار اطلاعات به یک بار دستور جمع و منع فروش کتاب‌های ترکی را داد. حتی کتاب‌های شعر خودم که به زبان ترکی بود، کتاب‌هایی که ادبی بودند، نه سیاسی بودند و نه غیره، و هم این که قبل از گذاشتن در نمایشگاه کتاب ها تک تک تایید شده بودند. ولی حضور مشتریان ترک زبان هزاران بهانه بود تا هزاران جرم ناکرده را برایت بنویسند. بعد از آن دیگر اجازت شرکت در نمایشگاه استانی را ندادند و این یعنی اوج بدبختی. به تهران مرکز نشر و کتاب رفتم. با همکاری با ناشران دیگر و تلاش‌های شبانه روزی این بار با استفاده از جوانان با استعداد با ایده‌های جدید، کتاب‌هایی که چاپ کردیم زبانزد دیگر ناشران و نویسندگان شد و چند نفر در انتشارات مشغول به کار شدند. از سراسر ایران مشتری داشتیم. در آذربایجان شناخته شده، در اداره ارشاد به عنوان ناشر فعال بودیم. اما در زمانی که من در برابر مشکلات غیر قابل بیان مقاومت می کردم و برای چندمین بار از صفر شروع کرده بودم، اطلاعات ایران به از نطفه خشکاندن فعالیت های بنده نقشه می کشید است. هر ناشری تلاش می کند تا شناخته شود. مرا در اوج موفقیتم نابودم کردند. در سال 1391 از شرکت در نمایشگاه تهران محروم و پس از آن نیز شرکت در نمایشگاه های استانی به خصوص مناطق ترک زبان و پس از آن به یک باره گفتند شما 6 ماه تعلیق خورده اید و فعلا نمی توانید کتاب ثبت کنید و این را هم فقط شفاهی اعلام می کنیم. من گفتم از کی، از کجا، چرا؟ کسی جوابگو نبود، زیرا واقعا آنقدر مواظب بودیم تا بهانه ای دست کسی ندهیم. از پذیرش کتاب های ترکی تا حد ممکن امتناع می کردم، در حالی که صدها نویسنده و شاعر ترک زبان از سراسر ایران به من مراجعه می کردن. در حالی که ده ها کتاب در انتظار مجوز در ارشاد داشتم، صدها کتاب از نویسنده های سراسر ایران به خصوص آذربایجان در حال آماده سازی بود، شناسنامه ملی هم گرفته بودند، قراردادهای بسته شده، نویسندگان منتظر و و و. گفتم باشد، شما به من دستور صادر شده تعلیق را بدهید تا بدانم از جانب چه کسی صادر شده است. میگفتن نمی شود. میگفتن پس من می توانم کتاب ثبت کنم چون دستوری در دست ندارم. می گفتم ما کتاب را تحویل نگیریم چگونه می خواهی ثبت کنی؟ نمی شود توضیح داد چقدر سخت و عذاب آور است. به هر مقامی، به هر دری که می شد متوسل می شدم، التماس می کردم. گاهی می گفتن از طرف ارشاد تبریز است، برو رضایتشان را جلب کن. در تبریز دوباره به هر کسی رو می انداختم و آواره می شدم و مرا به خاطر زن بودنم اهانت می کردن به من و بارها می گفتن آخر تو را چه به این کارها، زن باید در خانه در خدمت همسرش باشد و به خاطر این افکار تا حد امکان مرا اذیت و قصد شکستن و خسته کردنم را داشتند. حاصل 8 سال زحماتم، مقاومتم و زندگیم برباد می رفت. می گفتن جلسه تجدید نظر می گذاریم تا هم باشی و آن وقت تصمیم گیری می شود برای ابطال مجوز یا لغو تعلیق.
نهایت گفتند به خاطر کتاب تاریخ مختصر ترک تألیف پروفسور دکتر زواد هیئت است که غیر مجاز چاپ کرده ای. ولی من دستور مجوز کتاب در دستم بود. گفتند اشتباه شده است. کتاب مجوز ندارد. نشانشان می دادم. می گفتند تو اشتباه می کنی. کتاب پانترکی و فرقه گرایی چاپ کردی. بهانه بود. زیرا کتاب بعد از خوردن یک نوبت اصلاحیه و بعد از یک سال تایید مجوز شده بود. این بار گفتم بیا تعهد بده و بگو کتاب را غیر مجاز چاپ کردم و تعهد می دهم دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد. می گفتم من که این کار را نکردم. می گفتن هر ناشری حق تخلف دارد و می تواند بعد از تعهد به کار ادامه دهد. ناشری داریم که 6 بار تعهد داده و دارد کار می کند. چاره ای نداشتم. قبول کردم و بعد از نوشتن مسئول حراست با خنده گفت همین را می خواستم. منظورش را نفهمیدم. 2 روز بعد از آن با احضاریه‌ای مرا به دادگاه خواستند با اتهامات واهی و گیج کننده. به وکیل مراجعه کردم و جالب این که وکیلم با مطالعه پرونده متوجه شده بود که مجوز انتشارات 8 ماه قبل، یعنی زمان جلوگیری از فعالیت من، طی جلسه بدون حضور من و اطلاع من ابطال شده بود و مرا با بازی دادن به بدترین وضع ممکنه در امور مادی و معنوی دچار ساختند تا نایی برای نفس نداشته باشم. و اینکه تبریز شکایت کرده باشد علیه من دروغ بوده است، زیرا من ناشر تهرانی بودم و مسئولیت نشر من با وزارت فرهنگ و ارشاد تهران بوده است. گفتند این بار حداقل با این اتهامات وارده که اکنون روی پرده است 3 سال حبس خواهی داشت و وکیلم از من می‌خواست تا سند ملکی با ضامنی را پیدا کنم. اوزه بیرحمی، من فقط شاعر بودم، نویسنده بودم، به زندگیم، به کارم عشق می‌ورزیدم، جرمم زبانم بود و درک کردن همزبانان شاعرم. می‌دانستم چه می‌خواهند و چه عواقبی خواهم داشت. چگونه باید به مردمی که در نتیجه فقر فرهنگی و تبلیغات حکومت اسلامی بر محدود کردن زن در خانه به زن حبس افتاده، به زن به حبس افتاده، به دیده تحقیر می نگرن توضیح می دادم من گناهی نکردم. می دانستم اینک با آوردن چند مثال از نابرابری، بیعدالتی و ظلمی که بر ناشران و نویسندگان ترک زبان در مقایسه با ناشران کتاب های فارسی می شود را خاطر نشان می سازم. اولا کتابی که به زبان ترکی باشد زمان دریافت مجوزان بسیار طولانی و مشکل خواهد بود، زیرا سیاست آسیمیلاسیونی رژیم این ضرورت را می طلبد. مشکل رسم الخط، یعنی کلمه‌ای که ترکی تلفظ می شود باید با لهجه فارسی نوشته شود، که این مورد بسیار سردرگم کننده و گیج کننده است که نه برای نویسنده و نه شاعر و نه ناشر قابل تفهیم است و این عمل باعث می گردد کتاب برای چندمین نوبت اصلاحیه بخورد و نهایت به خاطر ازدیاد اصلاحیه اخطار و سپس لغو مجوز می شود و هر بار اصلاحیه یعنی ماها علاف شدن و به همه کتاب‌های ترکی به این قوانین رو می‌دادند. از بکار بردن نام و رشادت‌های مبارزان آذربایجان باید اجتناب کرد. مثلا اگر شاعری نام بابک خرمدین یا سید جعفر پیشوری را در شعرش بیاورد، ممکن است برای خود نویسنده هم مشکلاتی ایجاد گردد. عدم حمایت و خرید کتاب‌های ترکی از طرف دولت، که خرید کتاب‌های ترکی یا کلاً نیست یا اگر محتوا به نفع نظام باشد خریداری خواهد شد. فراهم آوردن مشکلات سیاسی ساختگی برای ناشران آذربایجانی و خسته کردن آنان از فعالیت و عدم ارائه مجوز نشر برای متقاضیان آذربایجانی که بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، که چند ناشر تقریباً فعال وجود دارد که آنها نیز نمی‌توانند فقط کتاب ترکی چاپ کنند، بلکه در کنار کتاب‌های فارسی می‌توان کتاب ترکی نیز چاپ کنند. نتیجه همه این اعمال نبود بازار فروش و اتحادیه برای ناشران ترک زبان است که از نظر مادی و اقتصادی همواره یک ناشر آذربایجانی متحمل مشکلات غیر قابل بیان می‌گردد. اخطار و احضاریه‌های بی‌مورد و مداوم اداره اطلاعات و اماکن برای ناشران آذربایجانی. هر ناشر آذربایجانی که در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کند بدون شک چند نفر از اطلاعاتی‌ها از دور و نزدیک قرفه او را زیر نظر دارند، مشتریان را شناسایی و سخنان آنها گوش می‌دهند.
دل هر ناشر آذربایجانی از اینکه الان ممکن است به قرفه‌اش بریزند و از توزیع فلان کتابی جلوگیری کنند و یا قرفه‌اش را ببندند می‌تپد و همواره او را نگران می‌سازد. ناشران آذربایجان به خاطر داشتن کتاب‌های ترکی در کنار کتاب‌های فارسی بیشترین فروش خود را در مناطق ترک نشین دارند، ولی متأسفانه همیشه به این ناشران برای شرکت در این استان‌ها موانعی ایجاد و از شرکت آنها جلوگیری به عمل می‌آید. به خاطر مسائل امنیتی از نام بردن ناشر و ناشران فعال در آذربایجان خودداری می‌کنند، اما مشخص است زیرا تعداد آنها انگشت شمار و قابل شناسایی است. بارها از شرکت این ناشران همکار در نمایشگاه‌های ارومیه و اردبیل جلوگیری شده است که خود بنده با وجود سالها سابقه شرکت در نمایشگاه‌ها هرگز اجازه شرکت در نمایشگاه‌های استانی کتاب ارومیه و اردبیل را نیافتم. و دیگر اینکه خود بارها شاهد گریه‌های نویسندگان پیر ترک زبان که آرزوی چاپ یک اثر از خودشان را به گور نبرند بودم و قلبم می شکست. کاش می توانستم کاری برایشان بکنم. هنوز بغض‌ها و اشک‌های معلم بازنشسته و شاعر دلسوخته زنجانی علی کریمی در برابر چشمانم است که به علت بیماری و بالا بودن ریسک عمل قلبشان منتظر شاهد چاپ کتابش بود و کتاب به بهانه‌های واهی 3 بار اصلاحیه خورده بود، یعنی 2 سال انتظار، و بعد از آن نیز که مجوز نشر پینار ابطال شد کتاب برای همیشه در وزارت ارشاد در حال دریافت مجوز بایگانی گردید. سیاست تبعیض و نجات پرستانه‌ای که متاسفانه وارد روح و روان و ملت عادی هموطنان فارس زبان نیز شده است و ناخواسته یا خواسته سیاست کثیف را رهنمون می‌گردند و به ملت ترک به دیده تحقیر می‌نگرند و زبان مادریشان را به سخره می‌گیرند، در زبان هموطن می‌گویند و در عمل بیگانه می‌شمارند. آنها را زمانی هم که لب به شکوه می‌گشایی تو را با مارک‌های تجزیه طلبی و پانترکیستی محکوم می‌سازند، زیرا خانه از پای بست ویران است، زیرا به جای تقویت روحیه انسانی، تقویت روحیه نجات پرستی اساس برنامه دولت ایران چه در گذشته و چه در حال بوده است. خود را مثال زدم، زمانی که 9 ماه در بدر و بیکس دنبال اسبان حقانیت خود به هر کسی که عقلم می رسید دست یاری دراز می کردم، چند ناشر نیست همزمان با من دچار این مشکل بودند. روزنامه‌ها هرچند کوتاه می‌نوشتند و اسامی را اعلام می‌کردند و صدای آمریکا و بی بی سی و غیره نشر چشمه را که همزمان با ما، یعنی نشر پینار، مشکل لغو مجوز داشت بارها اعلام و دفاع می‌کردند. اکثر آنها به نوعی مشکلشان حل شد، جز نشر پینار که گویی در ایران در مرکز کتاب ناشری به این نام وجود نداشته است، در حالی که با ناشران بزرگ تهران نیز همکاری داشتم و کتاب‌های مشترک چاپ می‌کردم. اینجاست که می‌فهمی نه تنها دولت بلکه عملاً ملت فارس زبان نیز تو را و فرهنگت را بیگانه می‌شمارند. البته من معذرت می‌خواهم، یه صفحه را اشتباهی، یعنی اینو باید بخونم. من در مورد مشکلات رسم کتاب صحبت می کردم. مشکل رسم الخط، یعنی کلمه‌ای که تلفظ ترکی دارد ولی باید با لهجه فارسی بشود، که این مورد بسیار سردرگم کننده و گیج کننده بود و همین، من این مورد رو اشاره کردم به امید روزی که تمام انسان‌ها با هر زبانی با هر ملیتی به حقوق واقعی و انسانی خود برسند و در امنیت و آرامش در کنار هم دیگر از فعالیت و زندگی لذت ببرند. تشکر می‌کنم از